سلام عزیزا، خوش آمده به برنامه ما و باز هم در خدمت شما هستیم و امروز نوبت یک غذای فوق‌العاده لذیذ و مزه‌دار است. یعنی امروز گوشت مرغ همراه با نخود آمده رسیدیم، همراه با نانای سیردار و زنجفیلدار و پنیردار. یعنی این نانای بسیار مزه‌دار است که همراه با این غذا نصفش مخلوط میشه که همراه با قرمه شما آمده بسازیم و نصف دیگه زیر به شکل تزیینی میگذاریم که هر خوشیخی ما از این غذا برداریم اصلا ضرورت به نان خشک دیگه نداره، هم مقدار خودش داره. پس آماده میکنیم کسی که علاقه منده هیر خم غذا هستن، میریم آب لازمش هم میبینیم و برمیگنیم. گوشت مرغ با نانه پنیری. گوشت مرغ، پنیر، نخود، چهار مساله، ساس سیر، زنجبیل، مسکه، نان بروشی، پیاز، مرچ تازه، بادنجان رومی و مرچ سیاه. عزیزا با شما هستیم، مواد لازم یادداشت گرفتیم و این هم بود مواد لازم. و پیش از آماده ساختن هر غذا ما دست خود پاک صفا بشیم. میفهمید که در این وقتا چرا مرضی ها زیاد شده و چی ویروس های آمده، بنامه مختلف آمده. ساس سیر و زنجفیل خوشبوی خاص خدا دارن و ای هم مسکه. نمک مسکه هم اضافه میکنیم. ببینید همین رقم آماده شد. این رقم میگذاریم این قسمت. خب باید که همراه با یک پنجه یا قاشق یا چاقو، همراه با چاقو بهتر میشه. همراه ازی مواداره همیشه که یک شام کمه که هموارش میکنیم تا بتانیم بهتر خوبتر آمدش کنیم. بعد از اینکه آماده شد نوبت به پنیر میرسه که پنیر اضافه کنیم و مثلا همراه با سیر و زنجفیل و همین رقم پنیر هم قسمت روزینی نانا اضافه میکنیم. و باز هم برتون میگیم که این نانا به دو قسمت تقسیم میشه، یکی که وقتی غذا را آماده میساختیم همراه با غذا مخلوط میشه، دومش هم به خاطر تزیین در قسمت بالایی غذا پاش پاش میشه. و بیه هم پنیر همین رقم پاش میکنیم، اضافه میکنیم داخلش تا وقتی که آماده شوه. حالا نوبت داشت و میگذاریمش تا وقتی که پخته شد. خیلی نازک و خلالی آماده میسازیم. خب این هم پیاز، مسکه همراه با مرچ و این شد پیاز. مسکه را هیچ وقت نگذاره که از اندازه زیاد سرخ شد و کیفیت خوب ندارم. خب این خب من نمیفهم با چه شکل هست یا نیست، چون استفاده نکردیم نمیفهم. ولی از اون آب شدن اون مسکه معلوم میشه که کیفیت خوبی ندارم. از این مرغ و سالاد سبز باید که یک کم سرخ شود تا بتونیم به شکل درست آبادش کنیم. نخود نرم شده برای داخل مرتبانه شیشه ایست. قدر نخود مزه‌دار و خوبش است که بسیار زیاد. همراه با این مواد حال مخلوطش میکنیم تا یک رنگ روشن و خوبی را برای خود داشته باشه. بریم ببینیم که نانا به کجا رسید. نانا آیا قسمت به 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 گفتم اگر یک دقیقه دیگه نمیرفتم همون چیزی که میخواستیم خراب میشد. شما ببینید که چقدر خوب سرخ شده و چقدر خوب آماده شده. کاملا یک پیتزا آره آماده شده. غذا هم آماده است و فقط گوشت مرغ مانده. میبینید که گوشت مرغ در ظرف طول 3 دقیقه آماده میشه. اصلا خب وقت زیاد در ضرورت نداره که ما بگذاریمش تا بگیم که آماده شد. بسیار زود آماده میشه. گوشت اضافه میکنیم.
میگذاریم میشه میرخم همراه با این مواد خوبتر آماده شم. هم بادنجان رومی که اینا را هم به شکل خرد خرد آماده میسازیم قسمت میگذاریم اینجا میگذاریم. خب این هم بادنجان رومی که همراه با این مواد یکجا مخلوط شد مخلوطش میکنیم. خب همین رقم مخلوط میشه تا وقتی که آماده شه. مرچ سیاه را در هیچ غذایتان فراموش نکنی. مرچ سیاه داشته باشه. خب ببینی به این از وقتی آماده ساختیم سرپوشک دیگه میگذاریم. حالا بادنجان رومی آب کشیده همراه با این مواد یکجا مخلوط میسازه خدا باشه که درست آماده هم بشه و این تخته برش اینجا میگذاریم. قسمت همراه با کارت اگر برش کنیم خوبتر میشه بخاطر از اینکه وقتی ما پنیر یکجا اضافه کردیم و چهار طرف از اینا پنیر داشت. خب حال یک مخلوطش میکنیم تا خوبتر آماده شده. و به این شکل ادامه میتیم تا وقتی که گوشت هم پخته شد و بادنجان رومی هم پخته شد که لعاب اصلی خود داشته باشه. پس حال میمونه مساله کری. اگر داشته باشه اضافه کنه اگر نباشه هیچ فرق نمیکنه. مساله کری به همین شکل غذاهایی که می رخم قورمه دار می باشه خوشبویش زیادتر را طعمش را بهتر می سازه. خب یک مخلوط می کنیم که ساس به خود جذب کنه. شد آماده و بشقابه که ضرورت داریم میزنیم این قسمت و غذایی که آماده ساختیم میکشیمش داخل این بشقاب. اصلا دیگه هیچ چیز ضرورت نداره. یک غذایی که همراه با برنج نی همراه با نان ولی نان هم ضرورت نداره بخاطر از اینکه همین قورمه که آماده ساختیم همه چیز برای خود داره و این نانایی که هست این هم به جای نان خشک به درد میخوره. یک کم اینجا میگذاریم و یک کم که از این نانه که هم در خدمت برایشون میگذاریم تا تزیین خوبی را برای خود داشته باشه. بس گاز خاموش میکنیم اینو میگذاریم اینجا و یک دو تام از اینا دیگه برش کرده به این شکل و چهار طرفش میمونیم و فقط قاشق گرفته یک قاشق از این یک چکران یک قاشق از او یک دو تنان نوش جام میکنیم. بس این هم غذای امروز ما که آماده ساختیم خدا کنه خوش دارم تا برای می بعدی شما رو به خداوند پاک بینیاز بارم شاد و موفق خوش خوشحال بشه. خدافظ.